خاطرات یک گیشا، نوشته آرتور گلدن. فصل 21. دیرگاه عصری در یک هفته بعد یا در این حدود، مامه ها هیجان زده زنگ تنفس تمرین رقص به سراغم آمد. از قرار بارون روز پیش گذرا به او گفته بود میخواهد در تعطیلات آخر هفته آینده به افتخار یک تهیه کننده سرشناس کیمونو به نام آراشینو مهمانی بدهد. بارون مالک یکی از معروفترین مجموعه های کیمونو در سراسر ژاپن بود. بیشتر لباس هایی که داشت عتیقه بودند. اما زیاد هم پیش می آمد که از کارهای قشنگ هنرمندان معاصر نیز بخرد. تصمیمش برای خرید کاری از آراشینو او را به صرافت مهمانی دادن انداخته بود. مامه ها گفت: فکر کردم نام آراشینو به گوشم آشناست، ولی اولین بار که بارون نام او را برد متوجه نشدم. او یکی از نزدیکترین دوستان نوبو است. تصادف را می‌بینی؟ تازه امروز به فکرم رسید. می‌خواهم بارون را ترغیب کنم که نوبو و دکتر را هم به مهمانیش دعوت کنم. قطعاً هیچ کدام از هم خوششان نخواهد آمد. هنگامی که مزایده دوشیزگی تو شروع شود، مطمئن باش که هیچ یک آرام نخواهند نشست، چون می دانند که برنده جایزه دیگری است. از خستگی داشتم می افتادم، اما به خاطر مامه ها از هیجان دست زدم و گفتم چقدر از او سپاسگزارم که با چنین نقشه زیرکانه ای آمده است. مطمئنم که نقشه اش زیرکانه بود، اما دلیل واقعی زیرکیش این بود که اطمینان داشت در ترغیب باران به دعوت این دو مرد به مهمانی به هیچ مشکلی بر نخواهد خورد. واضح است که هر دو میل داشتن در آن شرکت کنند. نوبو چون بارون یکی از سرمایه گذاران مؤسسه لوازم برقی ایوامورا بود، گرچه آن موقع این را نمی دانستم، و دکتر خرشنگ خب چون دکتر خودش را از اشرافزادگان می دانست. با وجودی که احتمالاً تنها یکی از اجداد بینام و نشانش خونه اشرافزادگی داشت. اما او وظیفه خود می دانست که در هر مناسبتی به دعوت بارون باید حضور یابد. اما چرا بارون با دعوت هر یک از این دو موافقت می کرد نمی دانم. از نوبو چندان خوشش نمی آمد. مردانی که از او خوششان می آمد تعدادشان به انگشتان دست نمی رسید. و در مورد دکتر خرشنگ، بارون تا کنون او را ندیده بود و برایش فرق نمی کرد اگر کسی را در خیابان دعوت می کرد. اما تا آنجا که من می دانستم، مامه ها در ترغیب افراد قدرتی خارق‌العاده داشت. ترتیب مهمانی داده شد و او مربی رقصم را قانع ساخت که در تمرین رقص شنبه هفته آینده به من اجازه غیبت بدهد که بتوانم در این مهمانی شرکت کنم. قرار بود مهمانی از بعد از ظهر شروع شود و تا صرف شام ادامه یابد. گرچه من و مامه ها در میانه آن وارد می شدیم. بنابراین ساعت نزدیک 3 بعد از ظهر بود که بالاخره سوار ریکشا شدیم و به طرف ملک بارون پایین تپه های شمالی ترین قسمت شهر رفتیم. این اولین دیدار من از مکانی به این شکوه و جلال بود و از آنچه که دیدم تقریبا وحشت کردم، چون اگر به جزئیاتی که برای تهیه یک کیمونو لازم است توجه کنیم، بسیار خوب، همان توجه نیز جز به جز بزل طراحی و ساخت ملکی شده بود که بارون در آن زندگی می‌کرد. تاریخ بنای عمارت اصلی به دوران پدر بزرگش باز می‌گشت. اما باغ‌ها که به نظر من مثل بافت عظیم پارچه‌ای زربفت بود، توسط پدرش طراحی و ساخته شده بود. از قرار معلوم این عمارت و باغ هیچ وقت با یکدیگر همخوانی نداشتند. تا هنگامی که برادر بزرگتر بارون یک سال پیش از ترور برکه را به محلی دیگر منتقل می کند و باقی از خزه و راهی سنگچین شده از طاقی مشرف به مهتاب به یک سوی ساختمان می سازد. قوهای سیاه چنان مغرور در برکه می خرامیدند که به عنوان یک مخلوق از اینکه موجودی به این زشتی هستم از خودم خجالت می کشیدم. قرار بود برنامه را با آیین چای آغاز کنیم تا مردها بعد از آماده شدن به ما ملحق شوند. لذا وقتی بعد از عبور از دروازه اصلی به جای رفتن به کوشک معمولی چایخانه مستقیم به کنار برکه رفتیم و سوار قایق کوچکی شدیم، گیج شدم. این قایق فضایی به وسعت یک اتاق باریک داشت
اما در ته آن کوشکی کوچک با شیروانی معمول بر کفی مفروش با زیلو سایه انداخته بود. دیوارهای آن واقعی و پنجره‌های کاغذیش برای تهویه هوا باز بودند. در وسط آن یک گودال چوبی پر از ماسه قرار داشت که کار آتشدان را می کرد و مامه ها زغال های چیده شده در آن را روشن کرد تا آب کتری زیبای آهنی را به جوش بیاورد. او که مشغول به کار شد، من هم سعی کردم با چیدن اسباب این آیین کاری کرده باشم. احساس می کردم اندکی عصبی شدم و مامه ها نیز بعد از گذاشتن کتری بر روی آتش برگشت و گفت: سایوری، تو دختر باهوشی هستی. لازم نیست تذکر دهم که اگر نوبو یا دکتر خرچنگ توجه به تو را از دست بدهند چه بر سر آینده‌ات می آید. نباید اجازه دهی هیچ کدام فکر کنند تو به آن یک بیش از حد توجه نشان می دهی. اما البته برانگیختن جزئی حسادت ضرری ندارد. مطمئنم که خودت راه آن را می دانی. مطمئن نبودم که بدانم، اما قطعا دست از کوشش بر نمی داشتم. نیم ساعت گذشت. بعد بارون به اتفاق 10 مهمان از امارت خارج شدند. جای جای می ایستادند تا منظره دامنه تپه را از زوایای مختلف تحسین کنند. وقتی سوار قایق شدند، بارون دکل را کشید و آن را به وسط برکه برد. مامه ها چای ریخت و من کاسه ها را به مهمانان دادم. بعد همگی از قایق پیاده شدیم و دوری در باغ زدیم و به یک سکوی چوبی رسیدیم که بالای آب آویخته بود. روی این سکو چندین مستخدمه با کیمونوهای یک شکل برای نشستن مردها دوشکچه می چیدند و در تنگ ناهای ساکی گرم را بر می داشتند. کنار دکتر خرچنگ زانو زدم. داشتم به این فکر می کردم که چه بگویم. تنگ ساکی را از کنارم برداشتم که با تعجب دیدم او زودتر رو به من کرد. پرسید: بریدگی پایت آنطور که می‌خواستی خوب شد؟ اینک در میانه ماه مارس بودیم. درک می‌کنید، من پایم را در نوامبر گذشته بریده بودم. در طول این ماه‌ها دفعاتی که دکتر را دیده بودم تعدادشان بیش از آن بود که بتوانم بشمارم. لذا به ذهنم چیزی نمی رسید که چرا برای این پرسش تا کنون صبر کرده است. و آن هم جلوی این همه آدم. خوشبختانه فکر نمی کردم که کسی حرف او را شنیده است. بنابراین هنگام پاسخ صدایم را پایین آوردم. خیلی از شما سپاسگزارم دکتر. با کمک شما کاملا خوب شد. گفت: امیدوارم که جای زخم بدجور نشده باشد. اوه خیر، فقط یک خط کوچک. این امکان وجود داشت که می توانستم با ریختن یک بار دیگر ساکی در فنجانش به گفتگوی من در همانجا خاتمه ببخشم یا حرف را عوض کنم، اما چشمم به دستش افتاد که با 60 انگشت‌های دست دیگر را نوازش می داد. دکتر مردی نبود که بی منظور حرکتی انجام دهد. اگر اینگونه انگشتش را نوازش می کرد و از پای من حرف می زد، خب اگر موضوع را عوض می کردم احمق بودم. ادامه دادم: زخم چندان مهمی نبود. وقتی در حمام دست به رویش می کشم می بینم که فقط یک خط کوچک است، این اندازه. به بند انگشت اشارم دست کشیدم و آن را جلو بردم تا دکتر اندازه بگیرد. اون نیز دستش را جلو آورد، اما بعد مکس کرد و نگاهش را دیدم که به نگاه من پرید. دستش را عقب کشید و به بند انگشت خود دست کشید. گفت: زخم این اندازه معمولاً زود خوب می شود. شاید خیلی عمیق نبوده است. می دانید پوست من، خب پوست حساسی است. قطره باران به آن نخورده سردم می شود. نمی خواهم وانمود کنم که این حرف ها بیان کننده یه چیزی بود. جای زخم به خاطر حساس بودن پوست من عمیق‌تر نشان داده نمی شد. و تازه آخرین باری که قطره باران به پوست برهنم خورده بود چه موقع بود؟ اما اکنون که می دانستم دکتر خرچنگ چرا به من علاقه منده است، تصور می کنم از کوشش برای مجسم کردن آنچه که در ذهنش می گذشت هم چندشم می شد و هم لذت می بردم.
به هر دلیل او گلویش را صاف کرد و به سویم خم شد. و تمرین کرده ای؟ تمرین؟ پایت به این خاطر زخم شد که تعادلت را در از دست دادی. خب متوجه هستی که چه میگویم؟ خیال نداری که آن اتفاق یک بار دیگر بیفتد. برای همین فکر کردم که تمرین کرده ای. اما چطور میشود این کار را تمرین کرد؟ بعد چشم روی هم گذاشت و تکیه داد. آشکار بود که منتظر پاسخی بیش از یکی دو کلمه است. خب شاید فکر کنید احمقانه است، اما شبها حرفم را شروع کردم، اما باید لحظه‌ای فکر می‌کردم. سکوت ادامه پیدا کرد. دکتر چشم باز نکرد. به چشم من شکل جوجه پرنده‌ای بود که در انتظار منقار مادرش است. ادامه دادم، شبها قبل از اینکه به دستشویی بروم هزار جور تمرین حفظ تعادل میکنم. گاهی اوقات وقتی هوای سرد به پوست لختم میخورد میلرزم، اما 5 تا 10 دقیقه وقت صرف تمرین میکنم. دکتر گلویش را صاف کرد که به نظر نشانه خوبی رسید. اول سعی میکنم روی یک پا بایستم، بعد روی یک پای دیگر، اما مشکل اینجاست. تا این هنگام بارون روبروی من در آن سوی سکو مشغول گفتگو با سایر مهمانان بود، اما اکنون داستانش به پایان رسیده بود. کلمه بعد که از دهانم بیرون آمد چنان رسا بود که گویی پشت تریبون ایستادم و دارم گزارش می‌دهم. وقتی لباس به تن ندارم، دست به دهان بردم، اما پیش از آن که بدانم باید چه بکنم بارون به حرف درآمد و گفت، خدای من، به نظر من حرف شما دو نفر از حرفای ما جالبتر است. مردها خندیدند. بعد دکتر محبت کرد و در صدد توضیح برآمد. گفت، پای سایوریسان اواخر سال گذشته برید و سراغ من آمد. زمین خورده بود. به این خاطر به او توصیه کردم روی حفظ تعادل تمرین کند. مامه ها افسود، مرتب مشغول تمرین است. این لباس ها دست و پاگیرتر از آن هستند که به نظر می آیند. یکی از مردها گفت، پس اجازه بدهید درشان بیاورد. البته منظورش شوخی بود و همه خندیدند. بارون گفت، بله من هم موافقم. من که هیچ وقت نفهمیدم کی گفته از زنها مجبورن کیمونو تن کنند. چیزی زیباتر از زن بدون لباس وجود ندارد. نوبو گفت، وقتی پای کیمونوهای دوخت دوست بسیار عزیزم آراشینو به میان می آید، این حرف حقیقت ندارد. بارون گفت، نه تنها کیمونوهای آراشینو به دل ربایی همان چیزی هستند که می پوشانند. کوشید فنجان ساکیش را روی سکو بگذارد، گرچه که منجر به ریختن آن شد. مست بود. ولی بیش از آنچه که تصور می کردم در نوشیدن پیش رفته بود. ادامه داد، سوء تفاهم نشود، فکر میکنم لباس های دوخت آراشینو زیبا هستند. در غیر این صورت الان اینجا و در کنار من ننشسته بود. نشسته بود؟ اما اگر از من بپرسید که ترجیح میدهم به یک کیمونو نگاه کنم یا یک زن لخت، خب نوبو گفت، کسی از شما نپرسید، ولی من علاقه مندم بدانم آراشینو اخیراً چه کارهایی تهیه کرده است. اما آراشینو فرصت پاسخ به دست نیاورد، چون بارون در حال نوشیدن آخرین جرعه ساکی چنان میان حرف او پرید که چیزی نمانده بود مایه به گلویش بپرد. گفت، آها، یک دقیقه صبر کنید. آیا این درست نیست که هر مردی در روی کره زمین دوست دارد که زن را برهنه تماشا کند؟ منظورم این است که نوبوسان، شما می‌خواهید بگویید که زن برهنه مورد توجه شما نیست؟ نوبو گفت، من این را نگفتم. گفتم وقتش شده که از آراشینو بشنویم که این اواخر دقیقاً چه کارهایی تهیه کرده است. بارون گفت، آه بله، البته من هم به دانستن آن علاقه‌مندم. می‌دانید، به نظر من نکته مجذوب کننده آن این است که با وجود تفاوت‌هایی که ما مردها احتمالاً در ظاهر با هم داریم، اما در واقع همه یکی هستیم. نوبوسان، نمی‌توانید تظاهر کنید که شما با ما فرق دارید. خودمان حقیقت را می‌دانیم. درست است؟
الان و در اینجا کدام یک از این مردها حاضر نیستند که پول خرج کنند تا سایوری را در حمام تماشا کنند؟ بله؟ اقرار می کنم که بالاترین رویای من است. دست بردارید، تظاهر نکنید که احساس شما چیز دیگری است. مامه ها گفت: تفلک سایوری، او فقط یک کارآموز است. شاید بهتر است نام او را از این گفتگو حذف کنی. بارون پاسخ داد: ابداً. هر چه زودتر با دنیای واقعیات آشنا شود بهتر است. خیلی از مردها چنان رفتار می کنند که انگار به این هوا دنبال زنها راه نمی افتند که به زیر لباسشان دست پیدا کنند. اما گوش بده سایوری، مردها همه یکی هستند. و چون داریم از این موضوع حرف می زنیم، باید این را همیشه به یاد داشته باشی. تمام این مردهایی که اینجا نشستند، امروز هر کدام یک زمان فکر کردند که دیدن بدن برهنه تو چه لذتی دارد. خودت چه عقیده‌ای داری؟ دست بر روی زانو نشسته بودم. به کف چوبی سکو خیره شده بودم و سعی می کردم به نظر محجوب برسم. مجبور بودم به هر صورت پاسخی به بارون بدهم، به خصوص که همه ساکت و در انتظار بودند. اما پیش از آن که چیزی به ذهنم برسد، نوبا از روی محبت حرکتی کرد. فنجان ساکیش را روی سکو گذاشت و بلند شد و گفت: ببخشید باران، راه دستشویی را بلد نیستم. البته اشارهش به من بود که همراهیش کنم. من نیز بهتر از نوبا راه دستشویی را بلد نبودم، اما خیال نداشتم فرصت به دست آمده برای دور شدن از جمع را از دست بدهم. از جا که بلند شدم، مستخدمه ای گفت که راه را به من نشان می دهد و نوبو در تعقیب من مرا به آن سوی برکه برد. در داخل بنای مسکونی قدم به سرسرایی طویل و مفروش با چوب زرد و پنجره هایی در یک طرف گذاشتیم. در طرف دیگر که زیر نور آفتاب می درخشید، ویترین هایی با سرپوش های شیشه ای قرار داشت. می خواستم نوبو را به انتهای سرسرا هدایت کنم، اما او جلوی ویترینی ایستاد که داخلش یک مجموعه شمشیرهای عتیقه چیده شده بود. او ظاهراً داشت به داخل آن نگاه می کرد، اما علاوه بر آن با انگشتان یک دستش روی شیشه ضرب گرفته بود و نفس از پره های بینی بیرون می داد. خشمش هنوز فرو ننشسته بود. من هم از آنچه پیش آمده بود ناراحت بودم، اما همچنین از او سپاسگزار بودم که به نجاتم آمد و نمی دانستم چگونه آن را بر زبان آورم. در کنار قفسه بعدی، ویترین قلاب هایی که با دسته های آجی حکاکی شده بود، از اون پرسیدم آیا عتیقه دوست دارد؟ اگر منظورت عتیقه هایی مثل بارون است، مسلماً خیر. بارون عملاً پیر نبود، در واقع از نوبو خیلی جوان تر بود، اما می دانستم منظورش چیست. به باران به چشم بقایای عصر فئودالی نگاه می کرد. گفتم: ببخشید، داشتم از عتیقه های داخل ویترین می گفتم. به آن شمشیرها که نگاه می کنم به یاد باران می افتم. به این قلاب ها که نگاه می کنم به یاد باران می افتم. او از مؤسسه ما حمایت کرد و به او خیلی مدیونیم. اما دوست ندارم وقتی که مجبور نیستم با فکر کردن به او وقتم را تلف کنم. آیا این پاسخ سوالت را می دهد؟ در پاسخ به او تعظیم کردم و او با قدم‌های تند به سوی دستشویی به راه افتاد. آنقدر تند که حتی نتوانستم در دستشویی را برایش باز کنم. بعداً وقتی به کنار آب بازگشتیم، از دیدن اینکه مهمانی رو به پایان است خوشحال شدم. برای شام فقط دو سه نفر می ماندن. من و مامه ها دیگران را از راهی که به دروازه اصلی می رسید هدایت می کردیم. در پیاده رو بیرون راننده ها به انتظارشان بودند. به آخرین مرد خدا نگهدار گفتیم و برگشتیم و دیدیم که یکی از مستخدمین بارون ایستاده تا ما را به داخل خانه هدایت کند. من و مامه ها یک ساعت بعد را در اتاق مستخدمین گذراندیم. شام خوشمزه‌ای به ما دادند. سیم ماهی در فلفل خوابانده با سس در بشقاب‌های سرامیک به شکل برگ برایمان آوردند. اگر مامه‌ها بیش از اندازه کج خلق نشده بود به من خوش می‌گذشت. او تنها دو سه لقمه غذا خورد و بعد پا
پشت پنجره نشست و غروب آفتاب را تماشا کرد. در چهرهش چیزی بود که می گفت دوست دارد به کنار برکه برگردد و آنجا بنشیند. شاید لبش را گاز بگیرد و با خشم به آسمان تاریک خیره شود. بارون و مهمانهایش در حال صرف شام بودند که به آنها ملحق شدیم. در اتاقی که بارون آن را سالن کوچک ضیافت می خواند. در واقع سالن کوچک ضیافت می توانست 20 یا 25 مهمان را در خود جای دهد. اما اکنون تعدادشان آب رفته بود. فقط آقای آراشینو، نوبو و دکتر خرچنگ باقی مانده بودند. ما که وارد شدیم همه ساکت نشسته و مشغول صرف غذا بودند. بارون چنان مست بود که به نظر می رسید چشمش در حدقه پیلی پیلی می رود. مامه ها که شروع به گفتن چیزی کرد، دکتر خرچنگ دستمال سفرهش را دو بار زیر سبیلش کشید و اجازه رفتن به دستشویی خواست. او را به همان سرسرایی هدایت کردم که قبلن با نوبو رفته بودم. اینک در تاریکی شب و به خاطر انعکاس نور چراغ‌های سقف در شیشه ویترین ها به سختی می توانستم اشیاء درونشان را ببینم. اما دکتر خرچنگ کنار ویترین شمشیرها ایستاد و آنقدر سر به این سو آن سو برد تا توانست آنها را تشخیص دهد. گفت: حتما در خانه بارون راه را راحت پیدا می کنی. وای نه آقا، در خانه به این بزرگی گم می شوم. الان تنها به این خاطر توانستم راه را پیدا کنم چون قبلا با نوبوسان آمده بودم. دکتر گفت: مطمئنم که صاف به دستشویی دوید. مردی مثل نوبو شعور درک اشیای این ویترین ها را ندارد. نمی دانستم چه پاسخ بدهم، اما دکتر نگاهی معنیدار به سویم انداخت. ادامه داد: تو هنوز چیزی از دنیا نمی دانی، اما به موقع یاد خواهی گرفت که مواظب آدم هایی باشی که به خاطر از خود راضی بودنشان دعوت مردی مثل باران را قبول می کنند و بعد در خانهش به او بی احترامی می کنند، مثل کاری که امروز نوبو کرد. به او تعظیم کردم. وقتی معلوم شد که دکتر خرچنگ دیگر چیزی برای گفتن ندارد، او را به دستشویی در انتهای سرسرا راه نمایی کردم. هنگامی که دوباره به سالن کوچک ضیافت بازگشتیم، از تصدق مهارت مامه ها که اکنون عقب نشسته بود و داشت ساکی می ریخت، مردها سخت گرم گفت و شنود بودند. او همیشه می گفت گاهی وقتها نقش گیشا مثل جوش آوردن سوپ است. منظورش خمیر میسو بود که اگر توجه کرده باشید ته کاسته تهنشی می شود، اما با به هم زدن سوپ با سایر مخلفات مخلوط می شود. به زودی موضوع صحبت به کیمونو رسید و دست جمعی به موزه بارون در زیر زمین رفتیم. در امتداد دیوار قاب‌های چوبی ساخته بودند که درشان رو به کیمونوهایی باز می‌شد که از میله آویخته بودند. بارون روی چهار پایی وسط اتاق نشست و آرنج روی زانو گذاشت. با چشم‌های قرمز و بدون یک کلمه حرف. و مامه‌ها مجموعه را به ما نشان داد. تماشایی‌ترین آن طبق تصدیق همه کیمونویی بود که با الهام از طبیعت شهر کوبه طراحی شده بود. شهری که در دامنه تپه‌ای که به اقیانوس منتهی می شود بنا شده. طراحی آن با آسمان آبی و ابرها از شانه شروع می شد. زانوها دامنه تپه را نشان می دادند و پایین لباس دم بلندی داشت به رنگ آبی سبز دریا با موجهای طلایی و کشتی‌های کوچک که روی آن گره دوزی شده بود. بارون گفت: مامه ها، فکر می کنم باید آن را در مهمانی جشن شکوفه که هفته آینده در هاکون می دهم به تن کنی. بد نیست مگر نه؟ مامه ها پاسخ داد: خیلی دوست دارم این کار را بکنم، اما همانطور که قبلا گفتم گمان نمی کنم امسال بتوانم در این مهمانی شرکت کنم. می توانستم ناخشنودی بارون را ببینم چون ابروهایش مانند دو پنجره به روی هم بسته شد. منظورت چیست؟ با کی قرار گذاشته ای که نمی توانی به هم بزنی؟ بارون، واقعا خیلی دوست دارم که بیایم، اما امسال نمی توانم. متاسفم که اصلا امکان آمدن برایم وجود ندارد.
قرار پزشکی دارم که درست با این مهمانی مصادف شده است. قرار پزشکی؟ یعنی چه؟ دکترها همیشه می توانند وقت را عوض کنند. فردا آن را عوض کن و مثل همیشه به مهمانی هفته آینده هم بیا. مامه ها گفت: باید ببخشید، اما این قرار را چند هفته قبل و با اجازه خود باران گذاشتم و نمی توانم آن را تغییر دهم. من که یادم نمی آید چنین اجازه ای داده باشم. به هر حال سخت جنینی یا چیزی از این قبیل که در میان نیست. سکوتی طولانی و معذب کننده برقرار گردید. مامه ها به مرتب کردن آستینش پرداخت و بقیه بدون تکان خوردن چنان آرام ایستادیم که تنها صدایی که برمیخواست صدای خسخس نفس آقای آراشینو بود. متوجه شدم نوبو که توجهی از خود نشان نمیداد برگشت تا عکس العمل بارون را ببیند. بارون عاقبت گفت: بسیار خوب، تصور میکنم فراموش کرده بودم. حالا که میگویی مسلمت خیال نداریم چند بارون کوچولو دور برمان راه بیاندازیم. درست است؟ اما مامه ها، واقعا نمیفهمم که چرا این را در خلوت به من یادآوری نمی کنی. متاسفم بارون. به هر حال، اگر نمی توانی به حاکم بیایی، خب حتما نمی توانی. اما بقیه شما چطور؟ مهمانی خوبی است. در تعطیلی آخر هفته آینده در ملک من در حاکم برگزار می شود. همگی باید بیایید. هر سال در اوج شکوفه درخت های گیلاس این مهمانی را برگزار می کنی. دکتر و آراشینو نمی توانستند در آن شرکت کنند. نوبو پاسخ نداد، اما وقتی بارون اصرار کرد گفت: بارون، شما که واقعا فکر نمی کنید من این همه راه به هاکون بیایم که بیستم و به شکوفه ها نگاه کنم. بارون گفت: آه، شکوفه فقط بهانه مهمانی است. به هر حال اشکال ندارد، رئیستان را داریم، او هر سال به مهمانی هم می آید. از اینکه با شنیدن نام رئیس هول شدم تعجب کردم. بعد از ظهر جسته و گریخته به او فکر کرده بودم. برای لحظه ای احساس کردم که رازم برملا شده است. بارون ادامه داد: از اینکه هیچ کدام از شما نمی توانید بیایید ناراحت شدم. امشب تا حالا خوش گذشته بود، تا وقتی که مامه ها حرفی زد که باید محرمانه نگه می داشت. بسیار خوب، مامه ها تنبیه خوبی برایت دارم. امسال دیگر به مهمانی های من دعوت نمی شوی. تازه از تو می خواهم که به جای خودت سایوری را بفرستی. فکر کردم بارون شوخی می کند، اما باید اعتراف کنم بلافاصله به این فکر کردم که قدم زدن با رئیس در ملکی مجلل چقدر خوب است، بدون اینکه نوبو یا دکتر خرچنگ یا حتی مامه ها دور و برمان باشند. مامه ها گفت: فکر خوبی است بارون، اما متاسفانه سایوری گرفتار تمرین‌هایش است. بارون گفت: بی خود، منتظرم که او را در آنجا ببینم. چرا هر وقت که به تو چیزی میگویم نافرمانی میکنی؟ به نظر واقعا خشمگین میرسید و بدبختانه چون مست بود آب دهانش هم سرازیر شده بود. خواست با پشت دست پاک کند، اما ریش بلند سیاهش آلوده شد. ادامه داد: می شود چیزی از تو بخواهم و احترامم را رعایت کنی؟ می خواهم سایوری را در حاکم ببینم. فقط پاسخ بده بله بارون و تمامش کن. بله بارون. بارون گفت: بسیار خوب. مجدداً به صندلیش تکیه داد. دستمالی از جیب بیرون آورد تا صورتش را تمیز کند. دلم برای مامه ها سوخت، اما اگر بگویم احساس می کردم که از چشمنداز این مهمانی به هیجان آمده بودم، خودم را کوچک کردم. سوار بر ریکشا هنگام بازگشت به گیون، همین که به آن فکر می کردم تا گوشم قرمز می شد. واقعا می ترسیدم که مامه ها متوجه بشود، اما او نگاه به بیرون انداخته بود و تا پایان راه حتی یک کلمه بر زبان نیاورد. آنجا بود که رو به من کرد و گفت: سایوری، در حاکم باید خیلی مواظب باشی. پاسخ دادم: بله خانم، مواظبم. یادت باشد که در موقعیت تو کارآموز مثل غذایی است که روی میز می‌گذارند. هیچ مردی اگر بفهمد که مرد دیگری قبلا از آن چشیده، نمی‌خواهد حتی به آن دست بزند. بعد از این حرف
نمی توانستم به چشمهای او نگاه کنم. خوب می دانستم که منظورش بارون است.